خوب نگاه کن، به این قطعه میگم فیلتر رگولاتور. حالا کاملترش هم هست بهش میگم واحد مراقبت. نقشش تو سیستم چیه؟ چطوری میتونیم بفهمیم داره درست کار میکنه یا نه؟ تا آخر این ویدیو مهم باش، جواب سوالتو میگیری. سلام و درود، من یاسین نجفی هستم. خیلی خوش اومدی به استودیوی کمپانی ای این. اینجا توی سیستم پنوماتیک یه قطعه ای هست به نام واحد مراقبت، یعنی این قطعه که ناقص ترش میشه این. تفاوتشون هم میگم و علاوه بر این که تفاوتشون رو میگم، نکاتی که باید مراقب باشیم که تو سیستممون بهترین کارایی داشته باشه و اینکه تستش به چه صورته، به صورت عملی بهتون یاد میدم. پس برای این ویدیو جذاب دمت گرم، اگه کانال سابسکرایب کنی زنگوله بغلش هم بزنی. تو سیستم‌های پنوماتیک وقتی هوا از کمپرسور خارج میشه، دوچار درگیری با رطوبته. رطوبتی که برای سیستم‌های پنوماتیکمون توی هر ویدیویی میگم مثل سم میمونه. حالا این رطوبته رو باید چه خاکی روی سرش بریزیم؟ باید استفاده کنیم از این قطعات، یعنی یا واحد مراقبت‌های کامل یا فیلتر رگولاتور که رطوبت کار ما رو بگیره و هوا رو متناسب کنه، فشارشو، و هوای خشکی وارد سیستممون نشه. چطوری؟ اینطوری که الان بهت میگم. ببین، تو حالت اول همونطوری که دارید توی ویدیو میبینید، هوا میاد وارد شیشه فیلترمون میشه، درست؟ این شیشه فیلتر و سنگ فیلتری که این تو کار شده وظیفه داره که گرد و غبار و رطوبت هوا رو برامون جذب کنه، درست؟ و حالا که هوای ما رطوبتش گرفته شد، دچار نوسانه و این رگولاتوری که بالای این شیشه فیلتر قرار داره برای ما کار تنظیم فشار هوا رو انجام میده که به کمترین نوسان ممکن برسه. حالا این قطعه برای ما تا اینجا انجام میده، یعنی ساپورت میکنه و دمتون گرم. این شیشه بغلی که دارید میبینید، یعنی قطعا تو سیستمتون فیلتر رگولاتور بسته نشده و ما یه واحد مراقبت کامل داریم که این شیشه فیلتری که اینجا دارید میبینید، توی بعضی از سیستما احتیاجه که هوایی که ما تنظیمش کردیم روغنکاری بشه، درست؟ میایم و استفاده میکنیم از واحد مراقبت کامل. این شیشهی که بغل شیشه فیلتر قرار گرفته کار روغنکاری رو انجام میده که جلوتر تست میکنیم و متوجه میشید به چه صورت. دلیلش چیه؟ اول دلیلش رو بهتون بگم. ببینید، بعضی از قطعات سیستم‌های پنوماتیک هوا درست رطوبتش گرفته شده اما خشکه و احتیاج به روغنکاری و حرکت بهتر قطعات از جمله شیربرقی و جکمون داره. به خاطر این قسمت آخر روغنکاری قطعاتو برامون انجام میده و یک هوای فوق‌العاده مطلوب وارد سیستممون میشه. حالا هر قطعه‌ای که هست، شیربرقی یا قطعات مختلف، میخوای ببینی چطوری این کار انجام میشه، ویدیوشو که دیدی، بیا خودمونم برای تست کنیم کامل متوجه میشیم. الان ما یه واحد مراقبت توی مدار قرار داریم. یعنی چی؟ یعنی کمپرسور که هوا اومده وارد این قطعه شده، دقیقا مثل ویدیویی که نگاه کردید و این قسمت روغنزنی که دارید میبینید و حالا خارج شده و اینجا برای ما رسیده به چی؟ بذارید بهتون نشون بدم. اینجا برای ما رسیده به یک خروجی به اسم شیر دستی. حالا میخواییم ببینیم چطوری کار میکنه. حالا سیستم الان روشن شده و کمپرسور ما داره کار خودش رو انجام میده. حالا سر راهش فشار هوا رسیده به این قطعه ای که الان بحثشه. خب هوا داره میاد، گیج ما چی رو نشون میده؟ نشون میده فشار هوا روی 40 باره. میخوایی مطمئن شی که چجوری ما شیرمون وقتی که فعال کنیم ببینیم گیجمون برمیگرده پایین، درسته؟ حالا میخوایم ببینیم که به چه سرعت میتونیم تنظیمش کنیم. هوا اومده این تو، رطوبتش رو الان گرفته با استفاده از سنگ فیلتر و گرد و غبارش. حالا میایم این قسمت بالا رو تنظیم میکنیم. چطوری؟ ببینید این رگولاتورشه، اینم فلکه رگولاتورشه. زمانی که ما اینو به سمت خودمون بچرخونیم، میبینید فشار هوا داریم بیشتر میشه، فشار هوای بیشتری به سمت روغنزن حرکت میکنه. یه بار دیگه بریم نگاه کنید. حالا میخوایم کمش کنیم، فلکه رو به اون سمت مخالف خودمون میپیچیم.
و به این صورت هوا داره کم میشه. و حالا میخواید ببینید روغن زن داره چطوری عمل میکنه. اگه اینجا رو نگاه کنید، یک قسمت کمی روغن داخل این قطعه قرار داره و به صورت طبیعی ها. حالا هوای وارد این شده، هوای تنظیم شده. اگه احتیاج به این قسمت باشه، ما زمانی که ببینید شیربرقیمون رو فعال کنیم، ببینید چه اتفاقی میفته، روغن وارد هوامون میشه و از این قسمت خارج میشه. حالا یا میره تو شیرمون یا توی جکمون. حالا دیدی که چطوری کار میکنه و تو سیستممون چه نقش کلیدی داره. تو بلند مدت میفهمید اگه باید مراقبت نباشه سیستمتون دچار زنگ زدگی میشه. چرا؟ چون یه رطوبتی داریم توی سیستممون که در تماس با آهن دچار اکسیده شدن میشه. خودم هم زیاد تو کار تجربی نیستم، بس واردش نمیشیم. خلاصه که آقا بده، ضرر داره برای سیستممون. این جمله رو داشته باشید. و نکته مهمتر چیه؟ یه سری نکات داره. اولیش هم از این بابت شروع میشه. ببینید زمانی که این قطعه نصب توی سیستمتون، این سنگ فیلتر یک عمری داره، حالا چه نمدی چه برنجیش، باید چک بشه که ببینیم که الان تواناییش داره هنوز برای ما گرد و غبار رو بگیره یا نه. اگه به زمان آخر عمرش رسیده باشه این بنده خدا، باید جایگزین یه سنگ فیلتر دیگه بشه. این یه نکته. نکته مهمتر هم اینه که تخلیه اگه به صورت دستی باشه، که ببینید قسمت پایینیش، این زمان که به سمت پایین میکشیم، آبی که به هر حال رطوبت هوا دارای بخار آب دیگه، جمع میشه تو این شیشه فیلتر و زمانی که این کارو میکنیم شیشه تخلیه میشه به همین راحتی. اگه به صورت در به صورت اتومات باشه که زمان بندی داره، اون موردی نیستش. پس این دوتا عامل باعث میشه که این فیلتر رگولاتور ما بهتر کار کنه. و اما توی واحد مراقبت ها، این واحد مراقبت ها گفتم که روغنزن بعضی جاها امکان داره نباشه، چون همه جا احتیاج به روغنکاری نیستش و نتیجه جالبی تو سیستممون نمیده. اگه روغنکاری باشه احتیاجه که این قطعه باشه. تو بعضی جا هم احتیاجه که فقط فیلتر رگولاتور باشه تو سیستممون. و این شد خلاصه توضیح فوق‌العاده کامل راجع به واحد مراقبت ها. امیدوارم که مفید باشه براتون و سوالی، پیشنهادی، انتقادی هم بود بگید، به ما استقبال میکنیم. ممنون از شما که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. با لایک و سابسکرایب این کانالم به ما انرژی بدید.